درود دیگر، بیستمین برنامه و بیستمین درود و بیست و چندمین درود بر شما باشه در این روز خرداد روز که جشن خردادان هست. امیدوارم شاد و تندرست باشه. میدونیم که در گذشته ها هر روز نامی داشته، بیشتر این روز اومسشید نامیده میشده و در هنگامی ساسانیان نامگذاری میکنن روزهای ماه رو، در هنگام روزهای هفته نام داشتن و در هنگامی ساسانیان روزهای ماه رو میگذارن و روزی میشود که ششم باید باشد، خرداد روز، که به سبب جابنگیزی جابجا شدن فروردین و اردیبهشت دو تا 31 روزه، این امروز چهارم شده خرداد روز، اگر نه ششم بوده، چهارم شهریور روز بود. بنا دارم که با آقای دکتر جعفری استادم و چند استاد دیگه و دوستان دیگه گفتگو بکنیم، بلکه بزرگان فر و فرهنگمون کاری بکنن که این روزها برگرده جای خودشون. کار دشواری هم نیست، راه دارد. بر روز خوشست باد میگم، این روز روز گرمی هست، در اروپا هوای گرمی داریم، امریکا که شما همواره در لس‌آنجلس دست کم هوای خوب دارید. این خرداد رو در اوستای هنوتات میگن و در پهلوی خرداد یا خرداد گفته میشود. این خروه بارها گفتیم که جا به جا میشن و همکنون هم در زبان دوری و کردی و گونه بلوچی به داریم جا به جایی که مانند هردن که همون خوردنه. در میدونیم که این شش فروزه، پیش از این گفتم شش فروزه برای اهورامزدا هستی، بخش بسیار بسیار گسترده و پر دانش و همواره رسایی پذیر. چندین فروزه که دارن، شش فروزه برجسته داره که یکی از اونها هنوتات یا خرداده، که خرداد و امرداد بیشتر با هم میگه میارن و باور بر این هست که پس از اینکه فرشته سازی کردند و گفتم که نام فرشته، باور کردن این نیز فرشته آب است، نگه دارنده آب. و در گشت شماره چهاری که ما داریم در گشت ها در این باره گفته شده، گرچه در بندشن و بندهش هم آمده، ببخشید، در بندهش هم آمده است. ما میدونیم که یشت ها یسنا در بردارندی سرود های زرتشته، یعنی 25% یسنا سرود های زرتشته که گاتا باشه و خود سرود های زرتشت 6% همه یعوست است. و پس از یسنا یشت هست که داستان های پهلوانیه که از آن میان همینونه داستان هنوتات اینها توش هست، آرش کمانگی توش هست و از این گونه. در این روز که نمایندش هم گل سوسن هست، مردم به بیرون از خانه می روند، به کنار جویبارها، رودها و به گشت و گذار می اندازن، می پردازن و تنی به آب می زنن. این روز بر همگان خجسته باشه. در برنامه گذشته درباره به بر، یعنی در کنار گفتگو شد و پرسش شد که این به بر به چه هنگامی میچسبه، چه هنگامی نمیچسبه. بنابر سامانی که بخشیدم به نوشتارای امروزی، نمی به فعل میچسبه، نمیچسبه، ببخشید، می نمیچسبه، مانند میکنند و روی هم رو نمینویسند، میروند رو سر روی هم نویسند، به میچسبه به فعل. خب میشه بروم. حالا اگر که ما برو در اینجا فعل نبوده، ببر یعنی در کنار بوده، پس نیازی نبوده به چسبه، و اگر ما به چسبونه میشه ببر، این باید ببر باشه. برای اینم من خواستم پاسخ داده باشم. در برنامه های آینده بیشتر به این پرسش و پاسخ ها خواهیم پرداخت. برنامه امروز چون هفته گذشته در باره فردوسی گفتیم، پس از شاهنامه خانی و شاهنامه دانی پرداختن به خیام نیشابوریست، ریاضیدان، سراینده و شاعر و فیلسوف و رند خراباتی تاریخ و فرهنگ جهانه، چون آنچه که یاری میبخشد به جهان، آنچه که فرهنگ میبخشد جهان و فرهنگ ها رو گسترش میده و رسا میکنه در همه جهان هست، درست مانند خرداد خرداد که یعنی رسائی.
پس این هم در دنبالی برنامه. بله بود امشب میهمانی داشته باشیم، میهمان ما بیمار شد که نتوانست در کنار ما باشد، سینه به هم ریخته است، نمیتوانست گفتگو کنه. میپردازیم به برنامه شاهنامه. در برنامه گذشته تا به آنجا رسیدیم که فریدون آمد به نزد مادرش، از مادرش پیشینش رو پرسید، من از کدوم نژادم، چی بوده، برنامه هم چگونه بوده، و مادر برای اون گفت که تو از پشت پادشاهان هستی، پدرت آبتین از پشت پادشاهان ایران هست و این کشته شد به دست ضحاک ماردوش و من تو رو با چه بیچارگی بزرگ کردم. براش گفت که من شما رو به مغزار بردم، پیش گاو بردم، برمایه پرمایه، هر کدوم میخوام بگم در کتاب های گوناگون آمده است، و از آنجا به کوه البرز بردم و شما پرورده شدید و امروز هم شما بزرگ شدید و آمدید که نزد من. و میگوید که شیر مگر با آزمایش دلیر نمیشه و ضحاک چون این کارها رو کرده، من باید به کینخواهی پدر، گاو و ایرانیان بیشتر دیگه، چون این نمود آزادیه، میگه من باید دست به شمشیر ببرم و بروم به او بجنگم. در پی این من یک نکته رو بگم به هنگام که رسیدیم، چون این از من پرسیده شده. مادر به اون میگه که این رعای نیست، این کار درستی نیست، چون امروزه تو جوانی و هر کی نبید اون شربت جوانوش، می بادی جوانی مینوشه، گمان میکنه برترین و بزرگترین، این چون این کاری نکن، باید با بررسی این کار کرد و به درستی و اشویی اشایی درباره اشایی اشویی براتون گفته میکردم. بدون گفت مادر که این رای نیست، تو را با جهان سر به سر پای نیست، جهاندار ضحاک با تاج و گاه، میان بسته فرمان او را سپاه، چو خواهد زهر کشوری ست هزار، کمر بسته اند از در کارزار، چو خواهد زهر کشوری ست هزار، کمر بسته اند از در کارزار، جزین است آیین پیوند کین، جهان را به چشم جوانی مبین، جهان را به چشم جوانی مبین، که هر کو نبید جوانی چشید، به گیتی جز از خیشتن را ندید، بدان مستی اندر دهد سر به باد، کی اون جوانا، جوانی که در جوان هست و نمیگذاره خوب بسنجه، میگه بدان مستی اندر دهد سر به باد، تو را روز جز شاد و خرم مباد، مانند سیامک از میان رفت بدونی که به کسی بگیرد، به جنگ دیوان و از میان رفت، تو را ای پسر بند من پند من یاد باد، تو را ای پسر پند من یاد باد، به جز گفت مادر دگر باد باد، یعنی از این گوش بشنو برو اون بر. پس ببین جایگاه مادر چقدر به چند اندازه بزرگه و گفتیم که در داستان سهراب باز به اینجا اشاره میکنیم و گوش زد میکنیم که یادتون باشه. در اونجا پرسشی شده، گفتم که درست درباره همین که شخصی در اروپا و گویا در سوئد گفته است که ضحاک بسیار مردمی بوده است و برای همین است که در شاهنامه آمده است، جهاندار ضحاک با تاج و گاه، میان بسته فرمان او را سپاه، چو خواهد ز هر کشوری ست هزار، کمر بسته او را کند کارزار، یا این به این گونه برای من فرستادن، من دارم اونجا کمر بستند از در کارزار، اینم خب در شاهنامه دیگه صد درصد بوده که ایشون خونده و برای من فرستاده، که این یکی از انگیزه هایی که ایشون گفتن که ضحاک بسیار انسان مردمی بوده. ببینید من برای اینکه بسیار بسیار براتون روشن بشه که بدونید یعنی نمونه داشته باشید، امروز ایران رو نگاه کنید. امروز رژیمی که فرمان فرمای ایران شده و ایران رو در دست گرفته، اگر بخواد لشکری فراهم کنه چگونه میشه؟ ببینید داره میگه که من میجنگم با امریکا، این همه بسیجی، این همه سپاه و این همه رسیدگی به آنها برای اینکه بخواهد به کارشون بگیره. و در یکی از برنامه ها، دو برنامه پیش از این، سخنرانی که داشتیم بر شهر گوتنبرگ یوتوبوری سوئد نگاهی کردیم، در اون برنامه که هست، دو برنامه پیشتر اگر ببینید میبینید که در اونجا نگاه کردیم که فردوسی اومده دوران ضحاکی رو گفته که در هنر خواه شد جادوی ارجمان، رو گفته نامی رستم فرخ‌هرمز یا فرخزاد رو هم در کنارش خوندیم که داره با زبان بی زبانی، تو میدونی که اونجا زبان فردوسی بسیار زبان دین مداران بوده، دین
مدار زورمدار بوده و زورمدار دین مدار. اینها بسیار مسلمان بودن و سنی هم بودن و بسیار بسیار پرزو بوده، شیعه هم داشتیم، نه که نداشتیم، بسیار اندک. و این استش که این با رمز و راز گفته و خودشان گفته که تو این راه دروغ و فسان مدان، تو یک سن روش در زمان مدان، هر آنچ کندن خورد با آخرت دگر در راه رمز معنی برد. و پیش از اونم که میگه خرد به کار ببند حتی به نام خداوند جهان و خرد را میکنه، که در یه پرسش دیگه شده که در یه برنامه دیگه درباره چرا آغاز اونجوری شده و چرا امروز کاربرد داره یا نداره گفته بود خواهد شد. پس ببینید برای اینکه روشن بشه که این آیا بوده یا نبوده، ببینید امروز چی میشه. تازه شاهنامه تنها اینو نمیگه، ما در ارسطا هم داریم درباره این اژدهای ده سر، اژدها، مار مفعی و آزار رسان که آتش از دهنش در میاد، اژدها ده هم همون ده. اینه که در این باره یک بار در پیش از این برنامه و در آغاز کار زهرا گفتیم. این استش که این دوستان آگاهی بسنده ندارن و اگر نگاه کنیم آقای شاملو یه همچی اشتباهی کرد. آقای شاملو در گفتگوی پیشین آقای خویی شنیدید که آقای خویی گفتش که به باور من آقای شاملو شناختی از شاهنامه نداشت و شاهنامه نخوانده بود. و اینجور که این دوستان به من گفتن، همین کسی که این باور داره، این پوست خربوزه راستش زیر پای شاملو گذاشته و آقای شاملو در دانشگاه برکلی همچی سخنی ناروایی گفته بود و پس از اینکه استاد جنیدی و کسان دیگر پاسخش دادن و خودش پی برد، من خودم از رادیوی سوئد شنیدم بانو هاشمی، بانو هاشمی با ایشون گفتگو کرد و بهش ازش پرسید که آقای شاملو چگونه بوده این سخن، و آقای شاملو پاسخ داد که آقا اصلا هم ایزد زیرش راستش، گفت همچی چیزی نبوده است، در یک جای خصوصی ما نشسته بودیم یک چیزی گفتیم، اینها بزرگش کردن و بزرگ نمایی کردن. یعنی صدای ایشون، آقای ایشون در رادیو پژواک سوئد هست، خانم هاشمی، بانو هاشمی، همسر آقای دکتر علیی که هر دو در رادیو کار میکنن، ایشون با من گفتگو کرد و من خود چندین سال پیش از زبانی خود آقای شاملو شنیدم. پس اینو من یادآور بشم که این نکته هایی که میان در اون بررسی کردن، این سخن هایی هست که بسیار کاربردی هست. این هستش که اگر ضحاک بود و اینا میخواستن داستان درست کنن و داستانی که فردوسی درست نکرده، این داستان ها وجود داشته، مانند اینا، این کسایی که اینها رو دارن میگن کسایی هم که اومدن گفتن تخت جمشید درست نیست. و من امروز تازه برای من زنگ زدن از استکهلم سوئد، به من گفتن که این یه گروه آدم ها هستن که بایدن در پیوند هستن با کسایی که نمیخوان نام ببرن و بسیار بسیار دلازرده شدم که استاد دانشگاهی که در جنگی شاپور بوده و من میشناسمش و اون خودش آدمی درباری اشکانیان، درباری ساسانیان، درباری هخامنشیان آگاهی داره، درباری تخت جمشید و پارس آگاهی داره، شنیدم که ایشون هم در کنار اینها میستد و اگر اینها میگویند ایشون در برابرشون سخنی نمیگه، که بسیار من اندوکی شدم که ما نسبت انسانها رو به بستگانشون نمیگیم، سوا میگذاریم، هر کسی ارزش کار خودش رو خودش نشون میده. اگر پسر من، دختر من، عموی من کاری کرد، به من پیوند صد درصد ندارد، میتواند داشته باشد نداشته باشد. اینه که امیدوارم که این دوستانی که یه گروه هم در ایران هستن که یک بار درباره این آقای پورپیدار شاید درباره بررسی که درباره کارها میکنیم گفته میکنیم بدگونه نم و به کسی بد نمیگیم، دشنام نمیدیم، دشنام دادن کار سنجیدی نیست، سخن میگویم، بررسیش میکنیم. این استش که دوست گرامی که از من پرسیده بودن آگاه باشید و شنیدم که در یه سری کلاس هم هست، این انسان ها ارزشمندن اگر که کار درست بکنن. من شنیدم که انسان هایی هستن که از گروه های چپ بودن، کسایی بودن که کارشون در جبهه چپ پیش نرفته و امروز آمدن از این راه آسیب میرسنن. و چرا باید آسیب برسن؟ کسانی که شاهنامه و تخت جمشید همه رو از اونشون باور نمی کرده، در گذشته که ما دانش آموز بودیم به ما میگفتن که این از آن بردهداران از تخت جمشید رو به زور ساختن، تا اینکه پروفسور مالیکوخ آمد اون کتاب نوشت از زبان داریوشا که اینو به نام چونین گفت داریوش هم چیزی از چاپ کردن نامشو دگرگون گفتن، اون کردن آلمانیش نام شاه میاد، اینها شاهشو برداشتن. و شگفت‌انگیز که آقای پورپیدار یه با دیگم دربارهشو گفتگو میکنیم، نه اینکه درگیر بشیم، ما کار درگیری نداریم، ما
دوشنام جنگ با کسی نداریم، ما همواره با آشتی کار میکنیم و با فرهنگ. و ایشون که ویراستار بوده در اونجا پیشگفتار نوشته بود، برای من شگفت‌انگیز بود که یه ویراستار پیشگفتار بنویسه در کتاب، و ناراستی‌هایی هم در پیشگفتارش بود در برابر اون کتاب که در هنگام بررسی کتاب در برابرش گفتگو می‌کنیم. یک زمانی به همین گفتگو می‌کنیم، شب دراز است و بلندبر بیدار. پس این مادر فرهیخته که با دشواری فراوان این فرزند رو بزرگ کرد، پدر فرزند از میان برده بودن، آبتین رو کشته بودن، این با دانایی با خردمندی گوش خوابونده بود که چه میشود در جامعه داد پیرامونش، و این آمد و این بچه رو رهایی بخشید و امروز امرده که کشورش رو رهایی بده بهاش. خب پس این داستان از داستانی که رفت با این پسرش گفتگو کرد، این داستانی که ما اون هفته اشاره کردیم و اینک میپردازیم به بخش دیگری از داستان. خب پس تابلو گفتم که در شاهنامه تابلو سازیه، در بخش دیگری از این تابلو سازی میبینیم که ضحاک اونجا خودش بیکار نشسته و بررسی های خودش رو میکنه، و اون در بررسی های خودش هم داره پیگیری میکنه کارشو. چنان بود که ضحاک خود روز و شب به نام فریدون گشادی دو لب، یعنی مرد ترس به جونش افتاده و ترس داره، و چنان بود چونگونه بود که ضحاک خود روز و شب به نام فریدون گشادی دو لب، بدان برز و بالا ز بیم نشیب، شدی از فریدون دلش پر نهیب. این همباره از فریدون بیم در دل داشت. ولی در گونه های میگم، اونهایی که نیاز داشته باشه میگم در خالقی مطلق یا در جنیدی چگونه اومده در گردآوری آنها، اگر دیگر گونه فرامانی باشه. و به همین گونه پیش میرفت تا اینکه یک روز چنان بود که یک روز بر تخت آج، که آج دو گونه می نویسن با این الف جیم و با او جیم هم می نویسن که جنیدی این گونه نوشتن، چنان بود که یک روز بر تخت آج نهاده به سر بر ز پیروزه تاج، نهاده به سر بر ز پیروزه تاج، که باید این به سر رو در بسیاری از شاهنامه حتی آقای جنیدی و آقای خالقی مطلق به سر رو روی هم نوشتن. به سر به باور من باید سوا باشه، از من گمان میکنم از صد خدا از دانشگاه تهران استادات بپرسی که جرف بررسی بشه. من گمان نمیکنم که به سر باید به هم بچسبه، چون فعل نیست. بله، چنان بود که یک روز بر تخت آج نهاده به سر بر ز پیروزه تاج، زهر کشوری موبدان را بخواست که در پادشاهی کند پشت راست. پس این دیگه یه زمان گذشته بود دیگه، همونوز رفته اونجا هم آتیش زد و پیدا نکرده فریدونو، 15-16 سال هم گذشته، یعنی 13 سال گذشته، چون اونگام که آتیش زد اون 3 ساله بود و 13 سال هم گذشته، داره کارشو میکنه و سرخه کارش داره زندگی میکنه. و این اومد در هر کشوری که داشت که میتونه سپاه هم گردآوری بکنه موبدان رو خواست که در پادشاهی کند پشت راست، که این بمونه، این پادشاهی در پشت اون بمونه. از آن نور بود که پادشاهی ایران فر خود را دارد و هر کسی در این فر نمیتواند بنشیند، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزا. به هر روی زهر کشوری موبدان را بخواست که در پادشاهی کند پشت راست. از آن پس چون این گفت با موبدان، پس آغاز کرد به گفتگوی با موبدان. از آن پس چون این گفت با موبدان که ای پر هنر با گوهر بخردان، مرا در نهانی یکی دشمن است که بر بخردان این سخن روشن است. خب پس این گفتش که من میدونید که این دشمنی دارم و همه بخردان، همه آگاهان میدونن که من اینو داشت دارم، که این سنش کمه در بسیاری از شاهنامه، چون بخش نیامده من نمیگم ولی به هر روی نمیخونم شعرو، میگه که سنش کمه ولی نژاد ستوری داره، پهلوانی داره و دشمن رو نباید خار شمرد، که دشمن اگر چه بود خود خار، مر او را به نادان نباید شمرد. خار ببخشید، که دشمن اگر چه بود خار خرد یا خرد، مر او را به نادان نباید شمرد. و از اونها میگه ندارم همی دشمن خردخوار، بترسم همی از بد روزگار. میگه از بد روزگار میترسم و میخواد ببینه که چه باید بکنه. همی زینفوزون بایدم لشکر، یعنی لشکر بیشتری میخوام ببینم. پس اون دوستی که میگوید
که این انسان مردمی بوده، ببینید برای درگیری با یک گروه آزادی خواه و اون دوستی که میگوین چپ بوده و یک زمانی که ما جوان بودیم اینها به ما میگفتن کاوه آهنگر نمود کارگری است، یک انقلابی است و امروز وارو شده چگونه شده و اگر شده بیان بگن چگونه شده و مزدک خوب بوده دیگران بد بوده. اینها رو میگفتن، مزدک و کاوه رو بسیار برای ما بزرگ میشمردن و فردوسی و کوروش و اینا همه رو بد میشمردن. امروز هم که اینا هنوز دیگر کوروش شده است، میگن کوروش نبوده، سخت جمشید نبوده یا پارسه نبوده و داستانهای دیگه بیسون سرالن دیگه. ندارم همی دشمن خورد خار، بترسم همی از بد روزگار، همی زینفوزون باویدم لشکری، هم از مردم و هم زدیو و پری، یکی لشکری خواهم انگیختن، ابا دیو مردم در آمیختن. پس میگه من میخوام برم با دیو مردم، اینم آنها را دیو می نامد. دبره دیرم پیش از این گفتگو کردیم. بباید بر این بود هم داستان. دوستانی که میگن این گونه نبوده، ببینید چی داره میگه. بباید اگر شما داستان ضحاک رو میگی، یا باید از ابسطا رو داشته باشید یا شاهنامه. اینو خودتون درست کردید، اگه خودتون درست کردید خب پیچی دیگه، یه شاهنامه خودتون بنویسید بگید مال ماست. اگر برداشتتون از شاهنامه است، ببینید داره میگه چی. بباید بر این بود هم داستان که من ناشکیبم بدین داستان. همه باید این باید در جاهای بایستگیه، یعنی خوشاینده. اینجا نه، اینجا فرمانه از بالا به پایینه. چون پیش از اینم گفتیم که اونا رو خواست و گفتش که اگر میخواید بمونید باید به من بگید چه باید بکنیم. یعنی اینها داستانهای شاهنامه به هم پیوند داره، مانند اودیسه و ایلیاد و هومر نیست 24 داستان پراهنده یا چند داستان پراکنده باشه، اینا به هم پیوند داره. اینجا ویژگی های شاهنامه است. بباید بر این بود هم داستان که من ناشکیبم بدین داستان، یکی محضر نوشته اکنون بباید نوشت، که جز تخم نیکی سپهبد نکشت. این سپهبد دیدم که باز میگن سپهبد، مردم که میگن باشه میگوین. اگر کسی در یک رادیو تلویزیون در یک کلاسی میشیند درس میدهد، باید درست بگوید این سپه بدی، مردم بدانند اگر چه سپه بود میگن، چون شاید به سبب اینکه بدی رو در پشتش دارن این برش داشتن. در اینکه کسی که جایگاهی بر سپاه داره و فرماندهی بر سپاه داره، پس میگه که یک نوشته باید بیاریم که همه باید هم داستان بشیم و بگیم که این سپه بد، یعنی این کسی بالاتر از سپاه از همه دیگه، به جز تخم نیکی نکشته و بسیار نیکوکار بوده. نگوید و میگه که بگن که در اون نوشته اینجوری باشه، نگوید سخن جز همه راستی، نخواهد به دادن در اون کاستی. این انسان اگر که، دوستان گرامی، اگر این آقای ضحاک اگر انسان خوبی بوده، چرا اومده اینو بنویسه؟ چرا اومده به زور بگیره و کاوهی پیدا بشه؟ بعد زبیم سپهبد همه راستان، بدین کار گشتن هم داستان. زبیم سپهبد، پس این اگه آدم خوب بوده چرا از بیمش این کار کردن؟ خب میگفتن از شادی این سخن. زبیم سپهبد همه راستان، بدین کار گشتن هم داستان، در آن محضر اژدها ناگزیر، گواهی نوشتن برنا و پیر. اینها همه گفته، پس اومد یک نوشته آورد که همجور که پیش از این گفت که بنویسید من بسیار انسان خوبی هستم و به جز دادگستری کاری نکردم و مغز جوانانم عمشون خورده، من نخوردم، من این کار نکردم، آدم ها رو تو زندان نذاشتم، پدرشون رو در نیاوردم، تو خیابون ندای مردم رو در نیاوردم و از این داستان ها. پس این به این گونه است. این در این سخن بوده، اینو فراهم میکردند و میآوردن، چون شاه دستور داده و گفته. شاهنامه یادمون باشه هنگامی که برای نمای دوری ضحاکی میگی هزار سال یه روز کم، یه دوره است، دوران سیامکی یه دوره است. پس این دیگه ریز اگه میخواست بکنه این کتاب بسیار کرفتر و بزرگتر میشد و بسیار چندی 60,000 رد و بیت میشد. اینه که به کوتاهی رد میشه. همان گه یکایک ز درگاه شاه که این نوشته رو آورده بودن که همه بنویسن و بدن مردم، چون همه باید هم داستان میشن بنویسن، تنها اونایی که اون تو دربار هستن نه. همان گه یکایک ز درگاه شاه، برآمد خروشیدن دادخواه، ستم دیده را
پیش او خواندم، برای نامدارانش بنشاندم. خب این اومده نشون بده که آقا من آدم خوبی هستم و فلان اینا. اونم این نامه رو آوردن که هر بعد امضا کنن. گفت چیه؟ گفت یه ستم دیده اومده و دادخواهی میکنه. میگه خب بیارین پیش بزرگان بنشونش. این ستم دیده رو گفتن خواندن یعنی صدا زدن. ما امروز میگیم صدا زدن، این اشتباه، خواندن درست است، میخوانمش. بله اونو خواندن و آوردنش پیش این دیگران و بزرگان نشوندنش. بدون گفت مهتر، مهتر بزرگتر، بدون گفت مهتر به روی دژم که برگوی تا از که دیدی ستم. با کمال پررویی، با همه پررویی این آقای زهاک از اون برمان بگو ببینم چی گفتی؟ کی به تو ستم کرده؟ و این میخواد به این گونه که بگه. میدونید در سیستم ارتشی و برخوردهای نظامی این گونه که مردم رو میترسونن که نگه. من یادم سرباز که بودم با همون میگفتن که برای نمونه سرهنگی صدا میکنه یا شما یه درخواست از سرهنگی دارید، میگه بشه سرهنگی میخواید درخواست برای نمونه دو روز آزادی آسودگی بگیری، مرخصی بگیری، تا میگه با میگه که خب دانش آموز یا فرقی تو بند کفشت باید بسته است، خوب بستی، یه کاری میکنه که اصلا چی تو برگردی. اینه که اونجا باید انسان ایستا باشه، کافه بار بیستد. بله بدو گفت مهتر برو یه دوشم که برگوی تا از که دیدی ستم. خروشید و زد دست بر سرز شاه که شاها منم کاوه دادخواه. اون اصلا صداش بالا رفت، استاده و بسیار بسیار خروشید. بخشی از سوت ها رو من میذارونم که کار به درازه نکه. و پس از اون میگه یکی بی زبان مرد آهنگرم، ز شاه آتش آید همی بر سرم. تو شاهی وگر اژدها پیکری، بباید بدین داستان داوری. اگر هفت کشور به شاهی تو راست، چرا رنج و سختی همه بهر ماست. دوستان ببینید کاوه به اون چی میگه. کاوه که همین شما با همین عقایدتون، با همین بینشاتون به ما، به ما 14-15 سالها میگفتید و ما پشتوانه سخن شما میرفتیم، سخنانی میگفتیم، گیر و گرفتار هم میشدیم و امروز میدونیم که چه اشتباهایی کردیم که به شما گوش دادیم. یکی بیزبان مرد آهنگرم، ز شاه آتش آید همی بر سرم. تو شاهی وگر اژدها پیکری، بباید بدین داستان داوری. اگر هفت کشور به شاهی تو راست، چرا رنج و سختی همه بهر ماست. خروش فراوان زحاکیم که اونجا بود، همه دونورش بودن. شمارید با من به باید گرفت، بدان تا جهان ماند اندر شگفت. مگر که از شمار تو آید پدید، که نوبت به فرزند من چون رسید. مگر که از شمار تو آید پدید، که نوبت به فرزند من چون رسید. تو پدید آوردی اینها رو که اومدی فرزند من برمیداریم بری. باید بشماریم ببینیم کارهایی که تو کردی. چه مارانت را مغز فرزند من، همی داد باید به هر انجمن. اینجا هنگامی که پی کار میبینیم، این در بسیاری از جاها گویندگان هنگام که منو میگه همه رو میگه و چون اینجا به دادخواهی میاد، این میتونه خودش گفته باشه، میتواند همه رو گفته. چه مارانت را مغز فرزند من، همی داد باید به هر انجمن. در هر جایی که هست فرزنده رو ما رو از میان میبری که در جاهایی آمده که 17 فرزند داشته و از میان بردن اینو و تمام فرزندش اونجاست. سپه بد به گفتار او بنگرید، شگفت آمدش که این سخنها شنید. این شگفت آمدن نه این که نمیدونه، میدونه، شگفت آمده که چرا این گفته رو بریم. من درست مانند هم امروز این جوانی که رفیق یک آوازی خونده، شاهین نجفی، یک دیدگاهی رو گفته، از اون ور یه آدمی گفته که آقا به اون آقایه که امام هست شما بد گفتید باید بکشینش. یا آقای گفته که این امام شیعیان بده بکشن چون به اون بد گفته. شما این همه بزرگان این مردم رو گرفتید کشتید، فرخور پارسا رو گرفتید کشتید، آمدی تهرانی رو کشتید، نه نظامی بودن این چه کاره بودن. شما کسایی مانند رحیمی رو گرفتید کشتید که خوده آیت الله خمینی گفتش که این مرد بزرگ بود، مرد بود و شما نامرد پروری کردید. میدونید که هنوز دارید اون تو بندتون. سپه بد به گفتار او بنگرید، شگفت آمدش که این سخنها شنید. پوزش میخوام که من اینا رو میگم چون گفتم که در اون سخنرانی هم گفته بودم که ما
برای این شاهنامه رو بخونیم، به گذشته مانند آینه نگاه میکنیم، به سوی آینده بریم، کاربردش در امروزه. یعنی ما این رو که نگاه میکنیم کاربرد امروزیش رو میبینیم. یعنی من در اونجا گفتم خواهش میکنم گوش بدید، گوش ندیدین یه بار به وقت بذارید گوش بدید، که من از مردم خواستم خواهش میکنم چشماتون رو ببندید اینها رو که میخونیم ما، ببینید گمان نمیکنید این سروده رو یکی امروز نوشته؟ سپه بد گفتار رو بنگرید، شگفت آمدش که این سخنها شنید، بدون باز دادن فرزند اوی، به خوبی بجستن پیوند او. خب رفتن بچه شو برای شو بردن و گفتن که نه ما میخواییم پیوند تو رو داشته باشیم، به هم بنده بشیم، دوستت باشیم. اندک دیگرگونی داره در خالقی مطلق و جمهدی در این سرود که من دنبالش نمیگردم در مخصوصی بند سپه بود گفتم اینها، چون کار زیاد دیگرگونی نیست، زیاد پیچیده نیست. پس این بچه رو بهش دادم و کوشیدم که با اون دوستی داشته باشم. بفرمود پس کاوه را پادشاه که آید به دفاع. دوستان اگر این آدم خوبی بود، آقای کاوه که بچه رو که بهش دادن، چرا دیگه پادشاه باید بخواد که بگه اینو بنویس؟ خودش من مینوشت. درود بر دوستی من داشتم در دانشگاه که درس می‌خوندیم، آقای جلالی بود، نام کوچیشو نمیگم چون یه جایی ممکن بگیرنش. این میگفتش که سر پیچ اوین امام زمان واسه یه چوب تو سر دستشه، تو سر هر کی میزنه میره اونجا یه چیز دیگه میگه. همزمان با هنگامی که آقای بازرگان بهش، آقای بازرگان که رضا شاه بزرگ فرستادش و رفت اومد تئوری الکتروآفتاب رو داد به دست مردم، بله این اومد و گفتش که اینو بنویس. پس اگر یه انسان خوبی بود، اینکه دیگه پیچ اوین نیستش که، خودش می نوشت. بفرمود پس کاوه را پادشاه که آید بدان محضر اندر گواه، یعنی گواهی بدهد. چو برخواند کاوه همان محضرش، بدان سوی محضر بکرد و سرش. تا اونو دید این خوند اونو روشو برگردون. چون ایدیو خالقی مطلق به گونه دیگه آوردن، برگردون در رو به این گونه گفته. چو برخواند کاوه همان محضرش، سبک سوی پیران، پیران آن کشورش، یعنی سرشو به روی اونها برگردون، که این هم خب نزدیک به اون بریم ویژتا میگه به اونها برگردون و به اونها خروشید. چو برخواند کاوه همان محضرش، سبک سوی پیران آن کشورش خروشید که پای مردان دیو، برید دل از مهر کیهان، کیهان خدیو. خروشید که پای مردان دیو، ای مردانی که پای این دیو ایستادی، پای مردان، برید دل از مهر کیوان خدیو، از خداوند از آفریدگار دل بریدید. همه سوی دوزخ نهادید روی، سپردید دلها به گفتار اوی. نباشم بدین محضر اندر گواه، نه هرگز برندیشم از پادشاه. نه من این گواه میدم که این آدم خوبیه، نه از این میترسم. دوستی که میگی که آقای رئیس جمهور ضحاک بسیار آدم خوبی بوده، این سخنان چیه؟ شما از صندوق آشپزخونه که آدم نمیتونه بیه داستان، یک جایی باید سرچشمه داره، اوستا هست، اینجا هست، از کجا شما بگید؟ بیاید بگید که بدونن، شاید داشته باشید، شاید یه کتابی دست شماست، دست نوشته‌ای دست شماست، کسی سر در نمیاره. خب امیدوارم اگر هم چیزی هست بیاین بگید، اگر نه روشن میکنید مردم رو. چون آن کسی که با من گفتگو میکرد با خشم و خروش امروز گفتگو میکرد و با من میخروشید. همه سوی دوزخ نهادند رو، نهادید روی، سپردید دلها به گفتار اوی. نباشم بدید من در محضرم در گواه، نه هرگز برندیشم، میترسم از پادشاه. خروشید و برجست و لرزان ز جای، بیدارید و بسپرد محضر به پای. پس گرفت این محضر، پادشاه گرفت و گفت شما دل از مهره از نام همه ستودنی ها بریدید و به این آدم دیر صفت روی آوردید، این چه کاریست؟ و گرفت اون نوشته رو، اون گواهی نامه رو که میخواست این بگیره، پاره کرد و به زیر پای انداخت. گرانمایه فرزند در پیش اوی، از ایوان برون شد خروشان به کوی. اونو پاره کرد و خروشان از اونجا بیرون زد. اون ضحاک، آقای رئیس جمهور ضحاک، چون خودش گیر گرفتاره و میدونه چه کرده میمونه، یه باره شوکه میشه. این کسی که همه ازش میترسیدن یک باره اومدن به این گونه میگن شوکه میشه و این میاد فرزندشو پیش میندازه و
به بیرون میده. خب نهان بزرگان شاه را خواندن آفرین که نام و شهریار زد جزین، ز چرخ فلک بر سرت باد سرد، نیارد گذشتن به روز نبرد. چرا پیش تو کاوی خانگوی، به سان همانان بود سرخ روی. اون بادن جون دور قافچینایی که اونجا بودن اومدن بهش کنم، یاد گفتاری افتادم که آقای میبودی میگفت، میگفت اولیان فلاکچی که اومده بود با آقای خمینی گفته بود میکرد، یه کسی بود برگردان بود، مترجم بود، ترجمان میکرد یا ترجمه میکرد. من از سخنان آقای خمینی خب میگو میشنیدم در شگفت نبودم، از ترس این ترجمان در شگفت بودم. این انسانهایی که اینها بدتر از ستمگرانن. مهان شاه را خواندن آفرین، بهش گفتن آفرین به تو، چون میترسن نه همش میدونی اگه اون مانمون هم بریه بشه که این نام و شهریار گزین، واسه میگن این گزیده بود، شده نیریز چون گزیده بوده. ز چرخ فلک بر سرت باد سرد، نیارد گذشتن به روز نبرد. چرخ فلک هم اینگامی که نبرده، روزگار نمیتونه باد سرد به تو بیاره. چرا پیش تو کاوه خامگوی، این آدمی که خامگویه بیهوده گویه، به سان همالان بود سرخوی، کسی که گویا هم همالان هم وندش و هم پای توه، بتونه اینجوره با تو سخن بگوید. همین محضر ما به پیمان تو، بدرد به پیچه ز فرمان تو. چرا این کاری باید بکنه؟ باز در اینجا هم برو چسبودن به سانو، چسبوندن به سان باور ندارم که باید به شرفه به سان باید به ماننده برو. خب و بهش میگن که سر و دل پر از کینه کرد و برفت، تو گویی که عهد فریدون گرفت، چون میگه چون اینا میدونستن فریدونو، ندیدیم ما کار از این زشتر، نماندیم خیره بدین کار در. به شاه میگن که چرا شما پذیرفتی، چون این زهاک مردوش که از میان بده اون هم گیرن دیگه، همه با هم گرفتار میشن، اینه که اون باید هوا داشته باشه. کیه ناهور پاسخ آورزو که از من شگفتی بباید شنود. این دومی شگفتیه که زهاک کرده میگه. یک بار به اردواز گفت، گفت این داستان اگر من بشنوید شگفتی میاد و از زندگی من نومید و ناامید میشوید و این من یک شگفتی میخواهم برای شما بگویم. من این شگفتی رو میگذارم برای برنامه آینده که این شگفتی چه بود که این خواست برای آنها بگوید. خوب و خوش و تندرست باشید. ما گوش میدیم به یه خونیای کوتاه از لرستان و از این روی اینو برمیگذینیم، چون شاهنامه جونی داره، نبرده، زرباهنگ داره، موزیک هایی برمیگذینیم و خونیه هایی برمیگذینیم که زرباهنگ دارد. اگر شما هم در دست دست دارید از هر زبانی برای ما بفرستید. متخواهش بزرگی من این است که اگر به زبانهایی بجز فارسی، کردی، لوری، اینه که به سر برمیانیم هست، خواهش میکنم امانت داری زینها داری بکنیم و چیز بدی درش نگفته باشن. بومی همیمان نگفته نماند که ما اینها رو گوش میدیم، دوستانمون گوش میدن. به روی سپاس فراوان دارم تا اینجا با من بودید، گوش میدهیم به این و نگاه میکنیم به این نماهنگ و سپس باز میگردیم و میپردازیم به خیام بزرگ بار.
حاج رجب در گشت و گذار با هورک خود بود که چشمش به مرد پیری افتاد که در محبته بسیار وسیع به منبر رفت و جماعت کسی رو به گرد خود آورده. پس این حاج رجب کیاسی حاج رجب آجی کشون داره امبولانس میبرنش، این هنگامی که میبرن و بیهوشش کنن در اورژانس و بیمار از اونجا میبرن کار پزشکی بکنن، این گمان میکنه مرده است و لبک میگوید و میرفت اونجا و بعد به بهشت میرفت و با هورکش داره میره. داستان رو گذر میکنم، دارم نگاهی به خیام و آن دروغ دلاویز نگاهی به این دازم، کار ارزنده هوشنگ معین‌زاده است. هوشنگ معین‌زاده این نخستین کتابشه، چندین کتاب داره که آخرین کتابش سفرنامه ارواح نویسنده ارزنده یه نویسنده ویژه معین‌زاده. معین‌زاده یه برنامه‌ای براش می‌گذاریم درباره کتاباش که به آن خواهیم پرداخت. در این کتاب‌های ایشون بررسی و پژوهشی که کرده داستانوار بیان کرده و همش بر روی نوشتارهای بنیانمند این کار ارزندگیه. رفت و پیش اون مرد رفت، مرد ازش پرسید که یه سخنانی ازش کرد. با شنیدن سخنان ملامت بار حاج رجب که ملامتش کرده بود اون مردو، پیر نگاهی تلخ و تیز به اون انداخت و گفت: مرد، من 900 سال است که ساکن بهشتم، 900 سال است که مرا اینجا رها کردن، 900 سال است که شب و روز همه جای این خراب شده را زیر و رو میکنم، با همه نعمتهایش آشنا هستم و با همه هورانش، حتی با هوران بارگاه الهی همدم بودم، ولی چه سود؟ نه هورانش، نه شرابهایش و نه مائده های دیگرش برای لذتی ندارن هیچ کدام. تلخی تکرار شیرینی نعمتهای سهل الوصول را از کامم برده است. پیر پرسید، از پیر پرسید تو پیر ازش پرسید دوستید تو چند سال اینجا آمدی؟ حدود یک سال، پیرامون یک ساله، حاج رجب گفت. پیر خندید و گفت: یک سال؟ فقط یک سال؟ من 900 سال است که اینجا هستم. بگذار چند سالی بگذرد، چند تای هوری و هورک در آغوش بکشی، آن وقت میفهمی که بهشت اشرتگدهی بیش نیست، اشرتگدهی ابتدایی که کمترین ذوق و سلیقه هنری در تدارکش به کار نرفته است. نگاهش کن به مائده های هم، نگاه کن بنگر به همه مائده هایش، همه مصنوعی هم. در بهشت، در همین بهشت موعود، کجا خربوزه گرگاب، گرگاب اصفهان منظورشه، کجا خربوزه های گرگاب اصفهان، گلابی هلوهای خراسان، پرتقال شهسوار، نارنج و لیمو ترش، لیموهای ترش و شیرین شیراز رو پیدا میکنه؟ کجا هم چیزی رو پیدا میکنه؟ کجا از زردالو و گیلاس و آلبالوی فارس و اصفهان و گیلان و آذربایجان اثر مینابی؟ چقدر میخوای شرابی که مستی نمیدهد مثل شیر شتر به شکم بریزی؟ جواهرات یا گوهرهای بهشتی رو میخوای چه کار بکنی؟ اینجا ارزشی ندارن، مانند سنگریزه است. و به همین گونه با اینشون برخورد میکنه و کار بهش رو به بازی میگیره و این مرد میرود میگذارد تا میرسه به همسرش، میرسه و نگی گردنش بلند میشه که این همسر من چرا پیش یه مرد خوابیده؟ میگه خب دیگه اینجوری هستش که اینجور که گرانایت کردن این مرد. اینو آغاز خواستم با این بکنم که بپردازم به خیام و ببینیم که خیام از گذشته و دیرباز تا امروز برای مردمان ما جای پای گذاشته است. خودش اثرپذیر هست، از ابن سینا و از فردوسی اثرپذیر هست. من در بخش های گذشته هنگامی که یکی از سرودها رو میخوندم که یکی از پادشاهان از میان رفته بود، فردوسی اون تهش خودی سخته بود، سروده بود که چرا باید جهان اینگونه باشد که این همه کوشش بشود کسی بیاید سالاری بشد، سروری بشد، بربالی بگیرد، به هر روی هر کسی نه حتما صد درصد سرور و سردار بشود، کسی بشه بالنده بشه و هنگامی که بالیده شد از میان برود. که نمونه شو براشون آوردم که جامیز که عقل آفرین میزددش، صد بوسه مهر بر زمین میز در جبین میزندش، این کوزگر ده چون این جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش، که در شاهنامه که پیش بریم نمونه ها رو باز براتون میگیم. خیام نزدیک
کمتر از 100 سال پس از فردوسی و نزدیک کمتر از 50 سال پس از پورسینا یا ابن سینا به جهان میاد. نامش غیاث‌الدین ابوالفضل عمر ابن ابراهیم به خیام نیشابوری. این نام های خیلی درازه، چون این غیاث‌الدین ابوالفضل فرزندیچی و فلانه این همه هستش که تا میرسه بشه. 28 اردیبهشت هفته گذشته بود، ما هم زمان بود با بزرگداشت فردوسی نمیتوانستیم هر دو رو کوتاه میشد بپردازیم، گذاشتیم که بهشون بپردازیم. خیام هیچگاه کهنه نمیشود، کهنسال میشود ولی ماندگار میشود، زر است، گوهر است. در 28 اردیبهشت 427 خورشیدی که برابر با محشیدیشون نمیگم، محشیدی هم همهشون نمیگم، میلادیشم یا ترسایشم برابر 1048 در نیشابور چشم به جهان میگوشاید. پورسینا در نزدیک 60-70 سال پیش از اون 359 در بخارا در نزدیکنه ها، و فردوسی در 319، یعنی اینها در سدی سوم و در سدی ببخشید چهارم و پنجمن همشون در بال است، که هنگامی که در برنامه های شنبه ها یا همین پنجشنبه ها به خروش های ایرانیان، نهضت های ایرانیان بپردازیم، ببینیم این چند سده چه اندازه خروش ایرانی بوده که در خور نگرش دوستانیه که میگن ایرانیان آیین میهمان را، که میهمان نه مهاجم نه، میهمان یورشگر نه، میهمان را به شادی پذیرفتن. اینو براتون در اونجا خواهم گفت. و فردوسی در 319 خورشیدی به جهان میاد. مرگ خیام در 510، یعنی 427 به جهان میاد، 510 از جهان میره، 82 سال زندگی میکنه. پدرش ابراهیم خیام نیشابوریه که اون بالا گفتیم غیاث‌الدین ابوالفضل ابن عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری، یعنی عمر پسر ابراهیم خیام نیشابوری، خودش غیاث‌الدین بوده، غیاث‌الدین ابوالفضل، یعنی غیاث‌الدین فرزند ابوالفضل، عمر ابن ابراهیم فلان. پس این فرزند بوده. میدونی که در گذشته ما یه نام داشتیم، یه لقب داشتیم، یه کنیه، نامو که پدر مادر میگذاشتن مانند همین غیاث‌الدین. کنیه برای نمونه کسی که شعر میگه تخلص میگه، یه تخلص برای خودش میذاره شعر میگه، یه لقبی هم هست که مردم به انسان ها میدن، این هستش که اینا در جامعه دیگه میاد گفته بشه. خب زندگیش در نیشابور بوده و پس از درگذشت هم در آرامگاه مسلمان ها که نمیذارن اینها چاپ بکنن و در گورستان هیره به همون فردوسی رو نذاشتن، ایشان در گورستان هیره به خاک سپرده شده است. در دوران سلجوقی سلطان سرجر و ملکشاه سلجوقی زندگی میکرده که بر همون پایه هنگامی که به حاصل خودش و ملکشاه اون سال شما رو درست کرد، بررسی کرد و سر جایش آورد که براتون میگم چیمونی بود، این بهش بیان سال شماره ملک شاهی، تقویم ملک شاهی هم بهش میگن، نه اینکه ملک شاهی نوشته، دوران ملک شاه سلجوقی بود. و بعد میبینیم که پس از درگذشت ملک شاه هم ایشون در اصفهان بود و میگیم در آینده میگیم یا در موزندکی بهش میپردازیم. رویدادهای مهم زمانش، یکی دولت آرگویه بوده که از میان میره، سلجوقیان خروشی میکنن، جنگهای صلیبی میاد و باطنیان هم در این دوره زندگی میکنن و به وجود میاد. پس اینه که میگم به نهضت های ایرانی و خروش های ایرانی که بیاندازیم در این باره میگه. نیسابوری هم بهش گفته میشه که گمه میکنه بیشتر تازیان عربا نمیتونن اینو برای خود بگن نیسابوری، چون چینا میگن سینکه با چه هست اینو نمیتونن. خب کتاب های گوناگونی داره، درباره خونیا داره و موسیقی داره، مانند القول على اجناس التي بالاربعه و رساله فی شرح ما اشکل من مصادرات الاغلیدوس، چون اینا رو بیشتر برگردوندن به عربی، اگه نه ایشون زبان فارسیش بسیار بسیار خوب معلومه که کسی که بتوانه سرود فارسی بگوید که پیداست، اینو برگردوندن به عربی چون بسیارش رو شده داشته میشتن یا پس از اون. رساله مشکلات الحساب یا مسائل درسی حساب رو داره. جبر و مقابله که اون نوشته بود در سال 1815 به زبان آلمانی برگردانده میشه و تا چندین سده
این چندین دهه در بیش از چند سده گمان میکنم سر خورده این نزدیک دو سده این آموزش داده میشود در جاهایی که در آموزشگاه و دانشگاه هایی که اینو ریاضی آموزش میدادن. از خاندانش نوادش رو میشناسن که شاپور نیشابوری بهش میگن. در خانده نظامیه نیشابوره، این همچنین نظامیه در بغداد بود، نظامیه در اونجا بوده و استادانش رو ابن سینا و امام موفق نیشابوری میشمونه. امام موفق که بوده، ابن سینا هم شاید. در باره سال شما و تقویم جلالی بسیار بسیار نامور شده و در زمینه متافیزیک مثلث خیام، پاسکال، چارزلی خیام و اینها بسیار بسیار جا افتاده است و همه جهان میدونم. این فیلسوف بزرگوار و سراینده از ارجمند ستاره شناس هم بود و بر همین پایه توانست که اون سال شما رو بنویسه و روباری هایی هم که نوشته بسیار بسیار در خور نگرش بسیار درمایه داره. بهش حجت الاسلام، حجت الحق هم گفتن. حجت الاسلام به چیز میگن، به بهتون میگم که میگه که این اصلا لقب اون بود که بسیار زبیلانی هم بود. نخستین بار در باره کارهای اون، نخستین بار کاتب قزوینی که 50 سال پس از مرگ خیام اینو بر زبان میاره، میگه که من از خیام سرودهایی رو شنیدم و امام فخر رازی در سری ششام اون نخستین بار سرودهای اون رو خیام در دسترس دیگران میگذاره. سرودهای خیام خب درون مایه زیادی دارن و گسترده میشه در جهان، تا اینکه ادوارد فیتزجرالد که انگلیسی هست، این فیتزجرالد با 20 سال کوشش کار میکنه روی اینها و میاد اینو به زبان انگلیسی در میاد. برگردان بسیار خوبیه، پژوهشی کار نمیکنه، برگردان میکنه و ترجمان میکنه و خودش هم میگه که این کاری که من کردم گاه دو سه تا چهار پاره یا ربایی رو به هم آمیختم و برگردانم. به هر حال بسیار بسیار کار ارزندی به دست میده و خودش هم از برداشت آنها 101 رد یا بیت شعر و سرود میگه. بررسی های زیادی کردن رو کار خیام، گاه 57 چهار پاره رو از اون میدونن، گاه 120 مانند خیام پیرامون 120 و بیشترین دو 150 تا که باور دارن اینو میتونه باشه، اگرچه بیش از 600 تا رو به اون نسبت میدن. سابقه داد بر این باوره که خیام، حافظ از خیام آموخته و میتونه درست باشه، همواره اینها از همدیگه اثرپذیر بودن. گاه شماری که درست کرد، چرا درست کرد؟ در زمان ملکشاه سلجوقی که درست کرد که این در سال 426 تا 490 هجری قمری محشیدی زندگی میکرده، یه کم زیادش بعد بکنیم اگه باشه، چون در روز هر 440 تا در روز باید کم بکنیم که باید بخشش کنیم که 400 سال بوده، 426 تا 10 روز 11 روز باید ضربش کنیم که بخشش کنیم، وقت درستش کنیم ضرب کنیم بعد 11 روز بخش بر 366 روز یا 365 روز 6 ساعت بکنیم و اون که اومد بذاریم از این کم بکنیم میشه سال خورشیدی. این یک بار براتون میگم. در دوران خواجه نظام الملک بود و کتابی می نویسه و به خواجه نظام الملک میده. در زمین فلسفه بسیار قوی و تواناست، در زبان عربی بسیار تواناست و بسیار نوشته ها رو به اون زبان می‌نویسه. شاید این داره در دوران آلویه زندگی کنه، سلجوقی کنه، گفتیم که قیام باطنیان و این داستان ها رو در پی خودش داره. در اون هم زبان خواجه نظام الملک و حسن صباح میدونن و بهشون سیار دبستانی هم میگویند و در گفتگوهایی که در باره میکنن داستان سرایی هم شده و این داستان سرایی ها بسیار زیاده. من یک نکته یادم بره، فیتزجرالد کار بزرگی کرد، نه اینکه خیام رو به جهانیان شناخت که پس از جهانیان به ایرانیان شناخت، چون میدونید که ما تازه از خواب بیدار شدیم، همین دوستانی که امروزه میگن تخت جمشید نبوده، یه روز به این میگفتن برای که مسلمانان از میانش نبرن بهش میگفتن آرامگاه مادر سلیمان، این نام رو برش گذاشته بودن که از میان نره و از میانش نبرن و برای این آمد و شناسان بشه، همچنان که تخت جمشید و آینه زرتشتی و فرهنگ ایرانی رو
پس از سنه 17 و 18 و 16 و پس از 16 آمدن بررسی کردن اروپایی ها به ما دادن و به مادر من ما سه دوره داشتیم، یه دوره که اونها شناسوندن، دوره پس از اونها که از دوران استاد پون داود آغاز میشه، میان به فرابشی میرسه استاد جعفری میشه و بسیاری کسانی که امروزه داریم و از اون جوانترها در زمینه های گوناگون داریم و بررسی میکنن و بررسی هاشون در خور نگرش و امروز گامی سوم هست که پس از این همه اینا در مستفر اینها ما کسانی داریم که میتوانند با اینها برابری بکنن و روزش بکنن و حتی نیبانی یا نیبارگ سویدی در بانی پرنگیرون و آین زرتوش که بررسی میکنه ناروایی کار میکنه که دکتر آبتین ساسافر در این زمینی بسیار گفته و من به بخشی از اونو در یکی از کتاب هم در این آوردم که یک روز برای تلویزیون میفرستم در این باره گفتگو نکردم. میشونم آقای باهری گفته کنه، خودم هم گفتگو خواهم کرد که این بیاد به پژوهش ژرفی شاید 150-200 کتاب توی این گنجانده شده که نمیخوام امروز در باره این گفتگو بکنم. برای این استش که اینها به ما شناسوندن این بزرگانمون رو. در باره اون داستان های زیاد فراوان درست کردن، میگن که یک روز مست بوده و این پیالش میشکنه، میگه ابریق مرا و ویغ می مرا شکستی ربی، بر من در عیش را ببستی ربی، من می خورم و تو می کنی بدمستی، خاکم به دهان مگر تو مستی ربی. و باز در پی این باز داستان می سرایند که این اومد و گفتش که اخ من کار بدی کردم، این کار نباید بکنم. بعد در پی این سرودی می زنه که ناو کرده گناه در این جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو، من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. داستان هایی که مردم درست میکنن از روی سروده هایی که به اون نسبت میدهن یا از اون هست، کارهای دیگران رو به شی نسبت دادن. برای نمونه مهستی گنجوی شهروانی از کارهاش من دیدم که نوشته بودم، بررسی پژوهشگری بررسی کرده بود و این چاپ باران سوئد بود، کاری که من از اون ارزنده تر ندیدم، میتونه بسیار ارزنده تر از اون باشه. در بکر آغاز بسیار خوبی بود، مسئول مافان کار کرده بود و در اون به این پرداخته بود. ابوالفضل بیحقیان چی رو ببخشید نظامی عروضی او رو حجت الحق مینامه و ابوالفضل بیحقی اونو میگه که اون امام و پیشرو رهبر زمان خودشم، اونو از خیام رو به نام جانشین فرسینا یا ابو علی سینا هم میخوانند. خب من گمان میکنم که یک بررسی هست، نماهنگ نیست بلکه یک نماد پژوهشی، یک بررسی پژوهشی است که بی بی سی تلویزیون بی بی سی کرده. ببینید فیلم هایی که نشون میدیم ما پرویسی شده است و بهتون در دسترستون میذاریم، ما نه تهیه کنندگان نه گویندگانشون نه اون فراهم آورندگانشون رو نه اینا رو میپذیریم نه رد میکنیم. اینجا پذیرفتن کسی نیست، درست مانند کار فردوسی اگر کسی رو بخواد رو کراس میگه. من خواهش میکنم کارگردان بسیار بسیار توانا و بسیار مهربان برنامه جناب سیاوش مهر بکنن و این چگونگی نگارش گاهنامه خیام نیشابور رو بگن که این آقای سبا که من تاییدش میکنم و ردش رو میکنم کنم ندارم، بررسی بسیار خوبی کرده و این کار ارزنده هست. به هر روی موافق اندیشه های من، اندیشه های ایرانی من یا مخالفش هرچی هست، من درود بهشون میفرستم، کارشون بسیار بسیار ارزنده است، زنده باشن. خواهش میکنم اینو پخش بکنیم دوستانم ببینن. برای من عرفان زمینی خیام به معنای پیوند میان دو جنبه زندگی او یعنی علم و شعر است. او فقط شاعر ریاضیدان نبود، عمده‌ترین اهمیت خیام در زمان خود او ستاره شناسی او بود. هنوز هم تقویمی که خیام 900 سال پیش تدوین کرد دقیق ترین تقویمی است که تاکنون نوشته شده است. به رصدخانه سلطنتی لندن آمدم تا ببینم داستان این تقویم از چه قرار است. او فرارسیدن نوروز رو جشن می گرفت، اما هنوز زمستون بود.
they were using a moon-based calendar. ملک شاه فکر کرد که باید مسئله رو حل کرد. اون موقع از تقویم قمری استفاده می‌کردن. خب برای داشتن 12 ماه سال باید 365 روز داشته باشه. در حالی که سال قمری 354 روز بود. برای همین فصل‌ها به تدریج به هم می‌خوردن. مسئله دیگه این بود که پرداخت مالیات باید با درو محصول تنظیم می‌شد. اما با این تقویم ماموران مالیات بعضی سالا دو بار تقاضای مالیات می‌کردن بدون اینکه محصولی درو شده باشه. بعد به ملک شاه می‌گفتند امسال مالیاتی در کار نیست، که خب این اصلا خوشحالش نمی‌کرد. ملک شاه رصدخانه‌ای در اصفهان تأسیس کرد که خیام به گروهی از ستاره شناسان در آنجا به مدت 8 سال حرکات اجرام آسمانی را به دقت زیر نظر داشتند. برای محاسبه طول سال عمر خیام به گروهش هر شب موقعیت ستاره ها را بررسی کردند. فاصله اغلب ستاره ها از همدیگر نسبتاً ثابت میماند، اما موقعیت سیاره ها، ماه و خورشید هر روز تغییر میکند. موقعیت خورشید نسبت به ستاره ها روی مداری کروی حرکت می کند که به آن دایرة البروج می گویند. این مدار در طول یک سال کامل می شود. ستاره شناسان در دنبال کردن تغییر موقعیت خورشید برخی ستاره ها را مبدأ قرار می دهند. به خصوص 12 گروه ستاره را که در مسیر این مدار قرار دارند و ظاهراً شکل خاصی را تشکیل می دهند. به این ستاره ها نام دادند و آنها را صور فلکی خواندند. در طول سالها ستاره شناسان مسیر حرکت خورشید را زیر نظر گرفتند و زمان حرکت آن را از یک صورت فلکی به صورت دیگر محاسبه کردند. بدین ترتیب 12 ماه سال شکل گرفت. با این مشاهدات دقیق و تحلیل ریاضی آنها خیام توانست زمان دقیق تکمیل حرکت خورشید بر مدار کروی را محاسبه کند، یک سال. به این ترتیب نوروز بین دو برج حوت و حمل قرار می گیرد. وقتی محاسباتش تموم شد، طول سال خورشیدی رو به قدر دقیق اندازه گیری کرد که اعجاب آوره. حتی بیش از اندازه دقیق بود، چون محاسبش 12 رقم اشرار داشت، اما فقط تا رقم 5 درست بود. رقم 6 البته غلط نبود، اما از اونجا به بعد زمین دقت عمر خیامو نداشت. در واقع این تقویم جدید از تقویم مسیحی که 500 سال بعد در اروپا درست شد و هنوز هم از آن استفاده می شود دقیق تر است. اما عمر خیام چگونه می توانست محاسباتی با این دقت انجام دهد؟ اونها راهی رو ادامه دادند که یونانی ها شروع کرده بودند، رصد کردن بسیار دقیق و محتاطانه. برای این کار البته باید ابزار خوبی می داشتن، که خب استرلاب آخرین مدل فناوری در زمان خودش بود. ممکنه به من نشون بدی که استرلاب چگونه کار میکنه؟ استرلاب پیشرفته ترین لپتاپ زمان خودش بود. نمیتونیم باور کنیم که چه ابزار عالی و کاملیه. عجیبه، چقدر اطلاعات روی اینه. اینه چیه؟ مشکل من اینه که عربی نمیتونم بخونم، اما این هر چیزی که یه ستاره شناس در حال سفر لازم داشته باشه رو داره. میبینم که اسم ستاره ها به عربی و فارسی نوشته شده، مثل مریخ یا شمس که همون خورشیده. مارس و شمس which is for the sun itself and other names. همینطور نام 4 شهر رو دارم اونجا میبینم: بغداد، بصره، اصفهان، شهری که همونطور که گفتید عمر خیام در اونجا طول سال محاسبه میکرد، و توس که شهر دیگری در ایرانه. این ایران استرلاب تا جایی حرکت میکند که آفتاب از دو سوراخ آن رد شود. به این ترتیب میتوان زاویه بالا رفتن خورشید را دید. اینجا رو به دایره هایی هست که جدول اندازه گیری ارتفاع ستاره هاست. اطلاعات پشت مربوط به محور ستاره ها و خورشیده. وقتی شما ارتفاع خورشید رو اندازه گرفتید، با استفاده از این جدول ها و ارقام پی میبرید که چه ساعتی از شبانه روزه. اینها
آنها اطلاعاتی حیاتی برای درست کردن تقویم هم. ابدای تقویم جلالی که به نام جلال‌الدین ملکشاه سلجوقی نامگذاری شده برای خیام جایگاهی قابل توجه در میان منجمان دربار ملکشاه برمغان آورد. در غرب اما شهرت خیام همچنان برای رباعیات اوست که فیتزجرالد در نیمه قرن 19 آنها را به انگلیسی ترجمه و خودش منتشر کرد. امیدوارم شادی یارتون باشه همواره و تا اینجا یه برنامه با فرهنگ ایرانی همدم بوده باشید. دنبال یک کار رو با یک نوشته برگردانی از بیژن غیبی، پژوهشگر بسیار ارزنده که در آلمان هست، از تالک و ویلیامز این کار رو برگردانده. این از انگشت شمار کارهایی که ایشون چاپ کرده، یعنی این کتاب، نه اینکه انگشت شما ایشون کارهای زیادی دادن، این کتاب شاید چند تا دونه چاپ شده نمونه است که به گونه‌ای به دست من رسیده و در دسترس من گذاشته شده. یادم باشه که خیام بسیار بزرگ داشتن از آن میان. این هست، این کار هست که یک گودالی، یک کفری در ماه رو به نام خیام نامگذاری کردن، یک سیاره ای رو که چند سال پیش یافتن به نام خیام رو نامگذاری کردن. همه جا مانند ایران نیست، در کشورهای میدان خیابان به نامش هست، هتل به نامش هست، در کشوری که باور نمی کنیم هتل برای نماد به نام خیام هست. از میان آریایی نژادان تنها ایرانی انگشت خود را به نشانه ایمان به خدای یگانه و پیغمبر او بلند کرد. اینو ویلیامز میگه. ملت های دیگر آریایی چنین نکردن، یعنی باور داره که مردمانی که از پشت این فرهنگ آریایی دارن و آریایی تنها از اونایی که گفتن یه بار دربارش رو گفته بکنه از بالا اومدن پایین نبود، این مردمان همه منطقه بودن. برای نمونه هندو اینا رو داره نگاه میکنه، میگه همه اینها این گونه نبودن و امروز هم میبینیم این گونه نیستن. ملت های دیگر آریایی چنین نکردن مگر قش های از آنها که دین محمد را پذیرفتند و جهاشیه نشین دنیای اسلام شدند. آریاییان در روز آزمایش و سختی مایلن تا خدای نو بتراشن. من جست گریخته میخونم، دنبال دار میخونم. و سامیان به خدای کهن باز میگردن، یعنی اینا کارها رو نو میکنن، نگاه میکنن، باوراشون رو نو میکنن. سامیان برمیگردن به گذشته هاشون و به گونه هم درسته. برای نمونه الله اکبر که میگن، اکبر یعنی بزرگتر نمیشه، کبیر میشه بزرگتر. اصغر کوچکترینه، اکبر بزرگترینه. صغیر میشه کوچیک، کبیر میشه بزرگ. اینه که بت‌های گوناگونی بوده که الله از همه بزرگتر بوده، جایگاهش الله اکبر هم از اون بر جای بوده. اینه که همواره برمیگرده. یا در برنامه گذشته گفتیم همه برنامه هایی که در مکه امروز نمایشی که برگزار میکنن، مردم از همه جهان چند میلیارد میرن اونجا، چند میلیون چون یه میلیارد خوبی صد میلیون سرمان داریم، چند صد میلیون شاید برن، 20 میلیون برن، هرچی میرن. اینهایی که اونجا میرن، اون کمی کارهایی که میکنن هیچ کدومشون نو نیست، همه از زمانهای گذشته است. اینه که اینها، اینم میگه که برمیگردم. خیام پر اهمیت ترین محصول این برخورد، یعنی برخورد دیگاه های آریایی و مردمان ایرانی و کشاکش است میان گرایش به یک نژاد و گرایش به یک اعتقاد. یعنی درستم هست، یعنی نگاه کنید، یک اعتقاد اومده، یک باور اومده، میهمانه، فرهنگش همخوان نیست با این فرهنگ اینجا. بازم گفتیم در گفتگوهای گذشته هیچ فرهنگ از فرهنگ برتر نیست، فرهنگ ها ناهمخوان نیستن، اون فرهنگ برای اونا خوبه، فرهنگ ما با اونا سازگار نیست. میبینیم که بسیاری از اینا اروپا که میان هنوز لچک و چادر از چاکچوب سرشونه، چون باور دارن بهش، باش
اون گرفت و به اون بزرگ شدم و دوستش دارم تا یک روز مگر دیگر بون بشه باور دارم به هر روی اون باورهای دینیشون که یه بارم در باره آهین ها و اینها گفته بود کردیم به اونها اثر گشته اونجوری ولی اون با ما سازگار نیست تا هنگامی که کنار برم کارش داداریم آقای دکتر خزایی سخنانشون به من ندادن هنوز پخش بکنیم در این زمینه میگه ما بی‌احترامی نمی کنیم اونا مال خودشون باشه کاری باهاشون نداریم بله خیام پررحمیت‌ترین محصول این برخورد و کشاکش است میان گرایش به یک نژاد و گرایش به یک اعتقاد اسلام آخرین کلام است در سامیگری برای نژادهای خالص سامی اسلام یک دین نهایی و از نظری عبرانی تر است از تصورات یک عبرانی نسبت به دین لغزش های منفردی که در آن دیده می شود این نگاه بسیار ارزندی کرده و خب چون من زمان نیست میگذرم و به نکته های بیشترش میپردازم چون بناست که سرودخوانی هم بکنیم اشاره به این نکته که اینو خود مترجم یا بیژن غیبی میگه اشاره به این نکته از جمله مواد مطرح شده در روایات خیام یکی طغیان نژاد آریایی است بر ضد دین اسلام که بر ضد دین اسلام برمیگرده ما میدونیم در برنامه فردوسی من گفتم کارهای فردوسی همه جاش رد یعنی هر چیزی رو که این باور اومده میگه که این بده اون به گونه ای توی داستان بسیار خوب نشون میده فردوسی نکرده این کارها این بسیارش از گذشته ها بوده و بسیارش سامون گرفته یا دگرگون شده فردوسی سرودین کرده با این روی من باور دارم که فردوسی گزیده از میان آنها باور فردوسی هم مانند خیامه از دیدگاه من به حدود 30 سال قبل از انتشار کتاب تاپ ویلیامز در 1876 ترجمه فرانسوی نیکلاس از روایات خیام در پاریس منتظر شد و ارنست رنان در بررسی و نقد از آن چنین نوشت ارنست رنان در نقدی که از کتابی که درباره فردوسی خیام نوشته میشه در سال 1867 صدی 19 هم نقدش میکنه خردگیری میکنه دربارش مینویسه و مینویسد اگر بخواهیم برای اثبات این مطلب که روح و فکر ایرانی کاملا به حالت قدیم به همان حالت قدیم و اصل آریایی خیش مانده است دلیلی به دست آورده باشیم باید به روایات خیام بگریم این ایرانی هم نگفته این خیام یک نفر عالم ریاضی و شاعر بوده است که در نظر اول ممکن است صوفی و اهل اسرار پنداشته شود ولی در حقیقت رندی ریایی و هوشیار بوده که کفر را به الفاظ صوفیانه و خنده را به استهزا آمیخته است یعنی همیشه به شوخی گرفته است که در این باره نگاه به سرودخوانی بهتون میگیم و اگر برای فهم اینم که یک نابغه ایرانی در زیر فشار اصول عقاید اسلامی به جای حال ممکن است بیفتد کسی را به جرم این اون هست پس در این نگاه میکنه که میگه ایرانی این برآمده است این گل سرسبد این اندیشه هاست در پس از اسلام که اومده به این گونه اعتراضش رو در دسترس ما میذاره پس از فردوسی دیگران اون نهضت هایی که بوده و این بر روی مشتبه مینوی اثر میگذاره و صادقه هدایت که مشتبه مینوی میاد و نوروزنامه رو مینویسه که سال دیگه هم نوشتن نوروزنامه رو گداوری کردن ولی باید نگاه کرد چون این کسی که شنیدم این برگردونده از همون انسان هاییه که میگه تخت جمشید دور و زحاک این مونه است یعنی که بسیار بسیار در خوندن اینها باشه و بسیار من خواهش میکنم از کسانی که در هر کلاس استادی میرن آموزگاری میرن چه شاهنامه میگن چه حافظ میگن چه کسی دیگه دل به این استاد اون خوی ایرانی مهربان بسته نباید نگاه کنیم و سخنی رو راستی انگار نکنن همون کاری که در کلاس سر ما آوردن و ما رو بیشارگی کشوندن همه داشته باشیم و چه بسیار خوب هست که اگر ما به استادان گفتگو بشینیم و شاید اونها در یک جای درجا زدن و گفتگوی یک شاگرد استادی رو به راه بیارن بله و روی مینوی گفتیم و صادق هدایت اثر زیادی گذاشته که صادق هدایت هم پرداخت به گفتیم که گزیدن کارهای اون زمان رو نگاه میکنم برای اینکه زمان از دست نره خواهش میکنم یک کار زیبای دیگه داریم که دستفشانی هست که بسیار کوتاست این پخش بشه و ما دنبالی کار رو بگیریم Thank you.
نابودی دیگر درودی سرودگونه و خیامگونه. میپردازیم به سرایش و خواندن کارهای خیام. چند چهار پاره رو از خیام بار برای ما میخونم. در این کاری که همکنون میکنم جویندگی و پویندگی خیام رو نشون میده. هرچند که رنگ و بوی زیباست مرا، هرچند که رنگ و بوی زیباست مرا، چون لاله رخ و چو ظرف بناست مرا. هرچند که رنگ و روی زیباست مرا، چون لاله رخ و چو سرو بناست مرا. معلوم نشد که در طلب خانه خاک این قاشه ازل بهر چه آراست مرا. از آمدنم نبود گردون را سود، از آمدنم نبود گردون را سود، و از رفتن من جاه و جلالش نفزود. پس هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود، که آمدن و رفتنم از بهر چه بود. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، این حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برفتد نه تو مانی و نه من. اجرام اجرام که ساکنانی میوانند، اسباب تردد خردمندانند. هم تا سر رشتی خرد گم نکنی، کانان که مدبرند سر گردانند. اجرام که ساکنانی میوانند، اسباب تردد خردمندانند. هم تا سر رشتی خرد گم نکنی، هم تا سر رشتی خرد گم نکنی، کانان که مدبرند سر گردانند. سپس از زندگی میگوید و در پایان این کار رو من بیشتر میگم که این جرف میدهدیش چگونه است. این از اونه بدون آمدی نگاه نمی کند. گر آمدنم به من بودی نامدمی، بر نیست شدن به من بودی کی شدمی. بهسان نبودی که اندر این دیر خراب، نه آمدمی نه شدمی نه بودمی. بهسان نبودی که اندر این دیر خراب، نه آمدمی نه شدمی نه بودمی. از آمدن و رفتن ما سودی کو، بس تار وجود عمر ما پودی کو. بر چنبر چرخ جهان چندین پاکان، می سوزد و خاک می شود دودی کو. نگاه می کنه به سرنوشت و باور نمی کنه. در شما همه سرنوشت رو باور داره، خیام باور نمی کنه. نیکی و بدی که در نهاد بشر است، شادی و غمی که در قضا و قدر است. با چرخ مکن حواله کندر ره عقل، چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. و این می تواند هم رد کردن باشه، هم پذیرفتنی باشه، که یعنی اون هم با سامان میچرخه که درست شده براش. کاری رو میخونم که باور میکنم که کار قانی از این برداشت شده. آن قصد که بر چرخ همیزد پهلو، آن قصد که بر چرخ همیزد
پهلو بر درگه او شهان نهادندی روی. دیدم که بر کنگره اش فاخته ای بنشسته، همی گفت که کو کو کو. این کار رو انگیزه برای سرودن کار قرآنی میدونن. هم ای دل عبرت بین از دیده عبر کن، هم ایوان مدان را آینه عبرت دان. از این و میپردازه به کارهای دیگری که هرچه باد آباد. و این درست همون جاییه که آغاز میکنه که نشون بده که من نگم زندگی اینجوری و بینگونه است، ولی منظورم اینه، مگر دیدگاه هم اینه که ما به شادی بپردازیم، نه زندگی رو به کنار بگذاریم، به شادی بپردازیم و دم را خوش بگذارونیم و خجسته بشماریم. گر من ز می مغان مستم هستم، گر کافر و گبر و بت پرستم هستم. گر من ز می مغان مستم هستم، گر کافر و گبر و بت پرستم هستم. هر طایفه ای به من گمانی دارد، هر طایفه ای به من گمانی دارد، من ز آن خودم چنان که هستم هستم. و برای که بدونیم که این هستمش چگونه است، میگوید می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. گفتم به عروس در کابین تو چیز، گفتا دل خرم تو کابین من است. من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشیده بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم. پیش از این که من دنبال بکنم این خواندن ها رو، نگاهی میکنیم به خیام، به روایت روس ها، ببینیم آنها خیام را چگونه نشان دادند. Ты лучше голодай. Достань из عشق و دلدادگی. И лучше будь один, чем вместе. روایتی از غم. همنشینی با شهریاران و نگاهی به سرشته شدن گل آدمی و بعد بازگشت به خاک. اولین مجموعه داستانی بلند از زندگی حکیم عمر خیام توسط دو کارگردان روس ساخته شده و آماده پخش است. تقریبا 1000 سال پیش در میانه آشوب و بلوای سرداران محلی، عیش امیران سرکش و در آغاز تاخت و تاز ترکان سلجوقی، ریاضیدان، ستاره شناس و فیلسوفی بزرگ در نیشابور زندگی میکرد، غیاث الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام. زندگی او دستمایه رساله ها و کتاب های بسیاری در جهان بوده. چندین فیلم هم از سرگذشت او ساخته شده، از جمله 2 فیلم داستانی بلند در سینمای هالیوود. اینها هم تصاویری از سریالی است که اخیراً درباره زندگی او در روسیه ساخته شده. گفتند اگر می‌خواهید از علاقه روسا به خیام سر در بیاورید، بروید به طربخانه، جایی که بساط عیش و طرب برپاست و به نام خیام نامگذاری شده. طربخانه مکانی برای موسیقی دارد. دیوارهایش با اشعار خیام و مینیاتورهای الهام گرفته از این شعرها تزئین شده. رستورانی با غذاهای آسیای مرکزی و چایخانه سنتی برای کسانی که میخواهند یکی دو تا از رباعیات او را بخوانند. اینجا 30 جلد کتاب از کتابهای خیام به ترجمه ها و اشکال مختلف روسی هست. من هیچ وقت تصور نمی کردم که آثار خیام در روسیه اینقدر مورد توجه واقع شده باشه و به این اندازه کتابهای متنوع، چاپهای متنوع و با طرح‌ها و رنگهای متنوع از خیام در اینجا پیدا بکنم. بوریس توکاروف سالها در عرصه سینمای روسیه فعالیت کرده، در فیلم‌های زیادی خصوصا در دهه 70 میلادی نقش بازی کرده.
حالا همراه با همسرش لودمیلا گلادونکو یک مرکز فیلمسازی در مسکو دارد. آنها با حمایت مالی شهرداری مسکو کار تولید سریال سرگذشت عمر خیام را تمام کردند. آنچه این روزها هزاران کیلومتر دورتر از زادگاه خیام باعث اوج شهرت او شده، نه دستاوردهای علمی او در ریاضیات و ستاره شناسی، بلکه ترجمه رباعیات اوست. رباعیاتی که در میان اهل هنر و ادب مغرب زمین هم دهان به دهان می‌گردد. نام نادب مینیمالا دو правила запомни для начала. Уж лучше голодать, чем что попало есть, и лучше быть одним, чем вместе с кем попало. Одно из моих самых любимых я познание сделал своим ремеслом. Я знаком с высшей правдой и низменным злом. Все тугие узлы я распутал на свете, кроме смерти, запутанной мертвым узлом. صحنه‌های کودکی و دوران پیری خیام دو سال پیش در ایران و در چند نقطه از جمله نیشابور و حوالی قم ضبط شده، ولی دوران جوانی او که صحنه‌هایی از سرخوشی و مستی عوامل فیلم را دارد در ازبکستان تصویر برداری شده. این کتابچه‌ای بود عمر خیام. وقتی که دانشجو بودم خیلی از دانشجوها رو میدیدم که مجموعه های کوچکی از ترجمه اشعار خیام رو با علاقه میخونم. وقتی من چند تا از این رباعی ها رو خوندم خیلی به دلم نشست و فکر کردم که این شعرها رو برای من نوشته. این فقط قدم اول بود. روزها خیام رو از دو راه شناختند، یکی روشن فکران تاجیک که با ترجمه اشعار فارسی خیام به روسی او را به نسلی از روس‌ها معرفی کردند، و دیگر مطالبی که به زبان انگلیسی درباره خیام نوشته شده، خصوصا ترجمه آثار ادوارد فیتزجرالد، خیام شناس انگلیسی که در قرن 19 هم جهان غرب با خیام آشنا کرد. وقتی من با بازیگرها و هنرمندان روس برای فیلم زندگی خیام کار می‌کردم، خیلی تعجب کردم. به خاطر اینکه آدم‌هایی که قرار بود نقش‌های مختلف رو اجرا کنند و یا کارهای مختلف رو بر عهده بگیرند، برخلاف انتظار من خیام رو می‌شناختند. حتی جوان‌ترها. آنهایی هم که نمی‌شناختند، بعد از مطالعه درباره خیام، بلافاصله عاشق شخصیت خیام می‌شدند. در آثار شاعران فارسی زبان از می و معشوق خیلی یاد شده، ولی به نظر می آید که نگاه آسانگیر خیام به زندگی نزدیک زیادی با روش زندگی روسایی دارد که بیشتر اهل شادخواری و لذت بردن از زندگی هستند، و همینطور نگاه ویژه او به مرگ و اینکه قدر هر فرصتی را باید پیش از پایان آن دانست. جمال الدین موسوی، بی بی سی. تا دست به اتفاق بر هم نزنیم، پاییز نشاط بر سر غم نزنیم. سخنم تا دست به اتفاقه. تا دست به اتفاق بر هم نزنیم، پاییز نشاط بر سر غم نزنیم. خیزیم و دمی زنیم پیش از دم صبح، کاین صبح بسی دمد که ما دم نزنیم. این سرود رو برای این خوندم که ما فرهنگمون ارزش داره، پیشینه داره، همه هم به این فرهنگ میبالیم. این فرهنگ رو باید در دسترس دیگران داشت، گذاشت، از راه نوشته، از راه گفته، از راه نمایش. کسانی میرن میخوانند، شبانه روز دود چراغ میخورن، تا ساعت دو بامداد میشینن، شیش پا میشن میرن سر کار، گاه دو به چهار میرسه و سر کار خواب‌آلودن، برای اینکه برنامه های شما فراهم بشه. کسانی زندگیشونو چند سال یا یک سال در اینجا من نمیشناسم، از نزدیک آقای وطن خواه و دوستانی که میشناختم برای من گفتن در این یک سال زندگیشو گذاشته. برای چه گذاشته؟ برای این گذاشته که مهر به میهن داره. میگم من نه ایشون پسر خالی منه نه چیز دیگه، منتها ایشون همرزم فرهنگی ماست و همرزم فرهنگی شماست. چراغ رو روشن کردن اینها که این نگاه فرهنگی بتونه گسترده بشه. چه باید یاری برسونه؟ از ایران با من پیوند دارن و میگوین به چگونه ما پول بفرستیم. ای کاش ما حساب داشتیم میفرستادیم. میشینن شاهنامه با ما میخونن، برنامه های دیگر رو گوش میدن و دل بستن به
کسانی که در امریکا و اروپا هستن و میتونن یاری بدن. ما اگر یاری ندیم یک زمان پشیمون میشیم. من داستان شاهنامه رو هنگامی که رسیدم به ماهوی سوری میبینیم که یزدگرد چگونه شکست خورد. سامانی داشت لشکر راه مینداخت برفت درباره دشمن بیسته. آقای ماهوی سوری میگه خب بذارید اینا رو شکست بخورن، ما خودمون بیام سر جاشون. دوستان یک جایی که هست باهاشون همکاری کنیم، راش بندازیم. گیرن یه رادیو یه تلویزیون همکاری نشه، بسته بشه، خب یکی دیگه وامیشه همین آش و همون کاسه، همون بلایی که بر سر ماهوی سوری آمد. تا دست به اتفاق بر هم نزنیم، پاییز نشاط بر سر غم نزنیم. این استش که من خواهش میکنم به این ارزش بپردازید و بدانید که جهان میگذرد و ما باید این وامی رو که داریم به مردم بدهیم. میخواستم چند سور دیگه بخونم، به تندی میخونم. گویند بهشت عدن با هور خوش است، در جاهای خوندم من که گویند کسان بهشت با هور خوش است، من میگویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است. گویند که دوزخی بود عاشق و مست، قولیست خلاف دل بران نتوان بست. گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود، فردا باشد بهشت همچون کف دست. من ظاهر نیستی یا هستی دانم، من باطن هر فراز و پستی خانم. با این همه از دانش خود شرمم باد، گر مرتبه‌ای برای مستی دانم. برخیز و برخیز و مخور غم جهان گذران، خوش باش و دمی به شادمانی گذران. در طبع جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دگران. درسی که به ما میده میگه جهان اینگونه است، یأس نمیده، ناامیدی نمیده، میگه با این روی شاد باش، بکوش دست در دست هم بدیم، کشورمون رو پس بگیریم، وایسیم سر جاش، نگذاریم کشورمون تیکه تیکه بشه، نذاریم بیان بیگانگان بیان لشکر بکشن، با دستی که به اتفاق برهم میگذنیم. کار با شادی باید دنبال بشه. گوش میدیم به گروه موارید، یک خونیای بندری بسیار بسیار شاده خیام سرایی کردن، به اون گوش بدیم. برای خدا نگهدار گفتن و سخن پایانی دوباره من باز میگردم با شما.
برد شاقی همه فرداد حریفان چوری پیشار بیاله ها که شب میگذرد امان 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 آفرین بر همه شما که تا این هنگامه شبانه روز نشستید و با ما همکاری کردید که بخشی از فرهنگ ایران، فرهنگ پشتی ایران رو به نمایش بگذاریم. پوزش میخوام اگر من سرودخانی و شعرخانی نکردم، میخواستم سرودهای بیشتری بخوانم روی اینترنت، روی یوتیوب میتوانید سرودخانی های سوا با آهنگ و گوش بدید. من میخواستم بیشتر بخوانم و امیدوارم که دستی به اتفاق بر هم بزنیم و این کار رو دنبال کنیم. کار رو پیشکش میکنم من به خیام بزرگوار، پیروان این خیام و به همه اونهایی که بنیاد شادمانی برپا داشتند و آنهایی که دست به دست هم میدهند و نمیگذارند کشوری فرهنگی در تنهایی بمونه و مردمانی که فرهنگمندن آزرده بشوند. شاد و تندرست باشید. من این بخش پایانی رو که فراهم کردم آهنگا رو گریان نگاهشون کردم، امیدوارم یه روز اشک شادی در چشمان همه بیاد. بدرود تا درودی دیگر. چو ایران نباشد تن من مباد، بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. از ایران پراکنده شد رنگ و بوی، سراسر به ویرانی آورد روی. دریغ است ایران که ویران شود، کنام و پلنگان و شیران شود. همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. سلام. با تشکر از آقای صدر، بین من و شما صرف نظر از تمام تفاوت‌هامون، چه از لحاظ عقیدتی، نگرش، سن، مذهب، یک فصل مشترک وجود داره و اون هم عشق به ذره ذره خاک این سرزمین. مرسی. من این غزل رو تقدیم می‌کنم به شما و به عشق مشترک. تو را روزی رها از ظلمت و بیداد میخواهم، تو را روزی رها از ظلمت و بیداد میخواهم. لبت را وا بخنده، مردمت را شاد میخواهم. تو را بر قله های بیستون سر
سبز آزادی نماد کوشش عاشق‌ترین فرهاد می‌خواهم تو را با قلبی از جنس گل آلاله دشتی، تنت را باغ سرو و سبز و شمشاد می‌خواهم، دو دستت را پر از احساس ناب رویش امید، دو دستت را پر از احساس ناب رویش امید، تمام قصه هایت را به دوش باد می‌خواهم، تو را ای خانه تاریخی قومی سراسر مهر، تو را ای خانه تاریخی قومی سراسر عشق، نه تاریک و نه بی‌رونق، تو را آباد می‌خواهم، تو را خاموش نه خسته و زخمی نمی‌خواهم، که دائم در خروش جنبش و فریاد می‌خواهم، تو را از ابتدای یک خلیج بی نهایت پاک، تو را از ابتدای یک خلیج بی نهایت پاک و تا آنجا که تیر آرشت افتاد می‌خواهم. تو را از ابتدای یک خلیج بی نهایت پاک و تا آنجا که تیر آرشت افتاد میخواهم، برای پرکشیدن تا دل یک آسمان لبخند، برای پرکشیدن تا دل یک سرزمین لبخند، تو را ایران جاویدان من آزاد میخواهم. Down the deep, down the deep.